الشيخ رحمون حسين زاده رهبران جنبش انقلابی مردم کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتی است و کسی که نقش برجسته‌ای به ویژه در سالهای اخیر در ارائه بحث ها سخنرانی ها مسائل عدیدی که چه در کردستان چه در سطح سراسری وجود داشته و اینجا زندگی نمی‌کنن و بسیار سپاسگزاریم از فرصتی که پیش اومد که رفیق رحمان اینجا باشه نظراتش رو با ما در میان بذاره و قرار شده بود که رفیق رحمان تأکیداتی بر دستاوردهای جنبش انقلابی جنبش سرنگونی و خیزش انقلابی در این دوره جایگاه آلترناتیو راست و چپ و همچنین در جدال آلترناتیو راست و چپ در جدال قدرت سیاسی و گام‌های بعدی و پیشارو صحبت بکنه. رفیق رحمان خواهش می‌کنم بفرمایید. بخوابش اینجوری بهتر جلوشون رو میگیره بخواب با تشکر دشمن عزیز بادرود به شما حضار و همینشونین این عبدالشون رو میگن کس طریق شبکه اجتماعی برنامه رو تقدیم میکنن جا داره یه بار دیگه این جنبش عظیم چهار ماه رو فروش انقلابی جنبش سرنگونی با همه ابتکاراتش علاوه بر اینکه رفیق صمد به عنوان اداره کننده جلسه خطاب به مردم ایران قدردانی کرد جا داره منم میگم با درود به مردم مبارز زنان پیشکسوت نسل جوان پرشور کارگران آزادی خواهانی که چهار ماه این جنبش عظیم و این فروش انقلابی رو سازمان دادن به چهار ماه هر روز ما شاهد ابتکارات انقلابی، تجارب انقلابی و یه جهش عظیم علیه جمهوری اسلامی و برنظرم علیه سرمایه هستیم همین سخنان آخر بودن این مقدار مشکل داره اونه دارم بحثم تکراری نباشه چون دوستان دیگه جوانبی رو پوشوندن ببینید این مدت خیلی آشنیدیم، من خودم سمی استفاده کردم از این کلمه که این جنبش از نظر من سرنگونی و خیزش انقلابی این بار بی نظیره نصف من میخوام بگم بی نظیر بودن این تحول چهار ماه اخیر برای ما، منی که از این عبارت استفاده کردم یعنی چی؟ بی نظیر بودن در چی خودشون نشون داده؟ به این معنی تأکیدی برون دست آورده به نظرم بی نظر به این معنا یه استمرار بی وقفه رو در چهار ماه گذاشته داشته بی وقفه تاکید میذاره یعنی هر روزه هر نصف روزه هر ساعته شما در چهار ماه گذاشته علی رغم فراز و فرودی که وجود داشته مشاهده ای که هست مثلا یه هفته در روز اخیر یه مقدار آروم و فروکش نداشته اما هنوز ادامه داره و این بی وقفه بودن در مقایسه با آخرین تحولات بزرگی مثل دی ماه 96 آبان ماه 98 خب بی نظیره خب تحولات خیلی مهم بود دی ماه 96 آبان ماه در این ابعاد نه و این چی رو نشون میده؟ اون استمرار چهار ماه این پس سازماندهی خواسته سازمان خواسته بهاران در محل خواسته همفرقی خواسته اتخاذ تاکتیک خواسته اون هزینه دادن خواسته اون عزیزانی که جان باختن اون بالاتر از 20,000 نفری که در بازداشت اون صدمه دیده هایی که سازشما ها در بدنشون به زمین بی نظیر در تحالات 44 ساله گذشته سراسری بودنش در این چهار ماه بی نظیره قیمان 96 آبان ماه 98 با همه اهمیتشون این ابعاد سراسری رو نداشت اون در جامعه ایرانی که انواع اقسام دار و دستار ناسیونالیستی، ملیگرا، تفرقه افکن، محلیگرا، مذهبیگرا الان سنی و سلفیگری هم پیدا شده میخواستن اتفاقا نذارن
این ابعاد سراسری رو داشته باشه. و به نظرم به اون معنا پاسخ جدی بود به هم به اینو ترفندها برای تأمین این حرکت عظیم سراسری. یه جنبه دیگرش به نظرم جدید و بی نظیره تو خیلی روشنه این خروش برای انداختن فوری جمهوری اسلامیه، به اون معنی تحول سیاسیه. دوستان دیگه هم اشاره کردن، اما فراتر از تحول سیاسی چی نمیدونه؟ یک گرایش قوی به تغییر اقتصادی، دست بردن به ریشه این نظم اقتصادی موجود استثمارگر و ستمگر و نخواستن در این جنبش وجود داره. علیه تبعیض، علیه فقر، علیه نابرابری، علیه گرسنگی و به علاوه تغییر فرهنگی که بخشن با پس زدن حجاب و پوشش اسلامی اینا میبینیم یه تغییر جدی وجود اومده. میخوام بگم در بطن این من اتفاقا خسرت ضد کاپیتالیستی بالایی رو در این جنبش عظیم و در این خیزش انقلابی میبینم که کمونیست‌ها باید بدونیم و روش سرمایه گذاری کنیم و روش استراتژی و تاکتیک بنا کنیم برای اون چیزی که در نتیجه‌گیری پایینی بهش میخوام برسم. همه‌گیر بودن این جنبش، لایه‌های مختلف، علاوه بر طبقه کارگر، زنان پیشکسوت، نسل جوان، نمیدونم بازنشسته، مبارزات محل محور، همه اینها یه خسرت و معلوم جنبش سرنگونی یا حتی خیزش انقلابی همگانی است. به اون معنا ابعاد وسیع‌تری بهش داده و هرچی بیشتر جمهوری اسلامی رو منزوی‌تر کرده، پایه‌تر کرده، این مثبته. اما همزمان یه جنبه خیلی مهم اتفاق افتاد در مقایسه مثلا با سال 57 در عین همگیر بودن و همگانی شدن همه با همی رو زد. چند ساله در سالهای اخیر کمونیستای رادیکال که بخشن اینجا نشستیم تلاش کردیم بگیم این بار در تحولات ایران همه با همی نیست، صفت راست چپ با هم نیست، بورژوازی و پرولتاریا با هم قاطی نمیشن، صفشون متفاوته. هر دو خداگاه، چه بورژوازیش چه طبقه کارگر و مدافعینش، اینو ما کمونیستا و اینا در ادبیاتمون گفتیم. اما واقعیت شما چیزی که در جامعه همین مدت در این چام پراتیک شد، همین پولاریزه شدن و صفحه جنبش اصلا جدا شدن، زدن تو پس رفتن این خرافه همه با همی بود که بورژوازی فریبکار همیشه ظاهر این رو پرچم میکنه همه با هم بینگه، همه با هم نیست، همه با بورژوازی منظورته، همه با خودت منظورته و چپ پوپولیسته که هیچ وقت نفهمی منطق مبارزه طبقاتی رو دنبال روش شدید. به نظر این هم جزء جنبه های مهمه. و در بطن همین اوضاع پس زدن همه با همه عرض اندام آلترناتیو راست و چپه، آلترناتیو راست و چپ، صف‌بندی راست و چپ، نه امروز و در این چهار ماه، در همه دورهای قبل از اون شما صف‌بندی راست و چپ رو میبینید، متمایز شدنشون رو میبینید و مثبته و اتفاقا باید با آمادگی به استقبالش رفت. اینا رو من جزء اون جنبه های بی نظیر در تحولیم و با معلف های مثبت میبینم که ساختار اون دوره انقلابی بکنم وقت رو بیرنشون میبینیم جزء دستاورت های قوی بی نظیر نه فقط برای سرنگونی جمهوری اسلامی بلکه برای ساقط کردن نظم سرمایه در ایران و این اتفاقا مبنای افق و چشم‌انداز طبقه کارگر آگاه و پیشروان سوسیالیستش و ما کمونیست هست. در نتیجه اگر اینا جزء اون خصلت های بی‌نظیر جزء اون مؤلفه هاییه که در بطن جنبش سرنگونی و تحول انقلابی این دوره می‌بینیم، الان مسئله کلیدی کجا فوکوس پیدا کرده؟ نقطه تمرکز رو باید کجا گذاشت؟ خیلی مسئله مطرحه. من اینجا برمیگردم به بخش دوم بحث. به نظر اینجا باید نقطه تمرکز رو گذاشت. کشمکش بر سر قدرت سیاسی مسئله محوری این دوره است.
به چه معنا؟ به معنای یک، گرفتن قدرت سیاسی فوراً از این رژیم فرسوده جمهوری اسلامی. هنوز نیفتاده. چهار ماه باش در افتاده. هنوز نیفتاده. باید سرنگون بشه. فوری‌تر، کم‌هزینه‌تر. الان در آخر می‌گردم. خب کار بیشتر، انرژی و پتانسیل بیشتر، اهرم‌ها و مبارزات بیشتر، و کار بیشتر برمی‌گردم. به هر حال این جنبه است. و من این تحول بزرگی رو ایجاد می‌کنم. اما با انداختن جمهوری اسلامی کار تموم نمیشه. همین الان شروع شده. اونم جدال آلترناتیوهای راست و چپ برای ساختن آینده بعد از جمهوری اسلامیه. تمام تجربه سال 79 انقلاب 50 همین گفتیم همه با همین خرافه همه با همین بوده. کی بعد از جمهوری اسلامی رو میسازه؟ آینده بعد از جمهوری اسلامی از همون فرداش. بازیگر چیه؟ کدوم آلترناتیو دستگاه رو پیدا میکنه؟ به نظر آلترناتیوی که آلترناتیو چپ یا راستی که پرچمدار انداختن جمهوری اسلامی نباشه فرداش نمیتونه اما آلترناتیو خودش رو به عنوان یه بازیگر حتی اگه کل قدرت رو نگرفته باشه به میدون بکشه. درسته به نظر فکر کنم کشمکش بین آلترناتیوهای راست و چپ از قبل و از همین الان و در آینده هست یه مسئله محوری. اینجا مشخصا در میان آلترناتیوها چه قطب چپ چه قطب راست انواع گرایش ها جنبش ها سازمان احزاب هست. من رو دو ترند اصلی آلترناتیو چپ دموقعی که صحبت میکنم یعنی آلترناتیو کمونیستی کاریه. چپ علال عموم منظورم نیست. آلترناتیو کمونیستی کارگیری بدون تخفیف که صاحب کردن سرمایه برای انداخت به معنای انداخت لغو کار مزدی مالکیت خصوصی همه بنیادهای نظم مصیبتبار سرمایه منظورشه و بی ابهام و فورا سوسیالیسم و سوسیالیسم کارگری رو متحقق کردن منظورشه و در قطب راست ترندهای مختلف هستن. اون چیزی که به نظر موتور محرکشونه اون جریان راست بورژوایی پروغربی که جریانات مختلف هست از مشروطه خواه تا جمهوری خواه جمهوری خواه رایه های مختلف. الان وقتی اون نیست ما اینا رو آنالیز کنیم. اینا هستن، ناهمگون هم هستن، جاهایی با هم تضاد هم دارن. ما در دو چیز حتما مشترک میشن در این دو. یکی حفظ ارکان سرمایه، اون مناسبات استثماری و موجودیتشون یا فلسفه وجودشون علا رو. و مهمتر میبینن یه تحول به شدت چه برایانه در جامعه ایران در جهان. و این قولشون میده کنار هم قرار بگیرن. در مقابل طبقه کارگر ایران، در مقابل چجره، در مقابل کارگر و کمونیسمی که به نظرم بیش از هر دوره در طول تاریخ صد ساله جامعه ایران این دوره در ما میدونه با هر کم بود و مشکلی که داشت. در چه اگر اینجوری باشه من فکر کنم باید این جدال آلترناتیوهای کمونیستی و کارگری آلترناتیو راست بورژوای پروگر رو از همین الان و در آینده جدی گرفت. در همین دوره در همین تظاهرات های خارج کشور همین فکر کنم یک شنبه گذشته بوده در همین شهر لندنی که من اینجا زندگی می کنم اون حاد شدن اون قطب ظاهرا یک گوشه کوچکه ولی یک گوشه کوچک از یک تصویر وسیع تر چقدر خود اون جریانات راست سلطنت طلب هار بی اپام علیه چپ و علیه هر درجه از آزادی‌خواهی میدونه این گوشه از این تصویر برد درسته. من فکر میکنم اینو بخشش دیده میشه جایگاه آلترناتیو راست برای گرفتن قدرت به نظرم دست کم گرفته میشه. من را میگم پاشنه هاشیلشون نقطه ضعفشون کجاست به حال و باید اونو دید. در این حال باید جدیشون گرفت. چرا؟ چون مدعی تصرف قدرت سیاسی هستن. چون اقلیت جامعه هستن سرمایه دار هرچی اما جنبش صاحب جنبش ریشه‌دار اجتماعی راست و بورژوایی در اون جامعه هستن با مشروطه خواهش نمیدونم با ترندهای جمهوری خواهش کمتر در جمهوری خواهش عمدتا جمهوری اسلامی بوده قبل از اون که نداشت ولی هستن.
یک پای اجتماعی دارن، نیروی اجتماعی خودشون رو دارن، سابقه و پیشینه دارن، با قول خودشون بیرم، طیف مشروط خاص کشور رو از دست دادن، دوباره باید به دستش بیارن، نمیدونم یه شعاری دارن، ولی پس بگیرن، نیرو دارن، پلتفرم دارن، جریانات مختلف دارن، و مهمتر، در حال عاقبت، در دره یه تقابل اینجوری که اگر شبگرایی و انقلابیگری در اون جامعه طرف گرفتن قدرت بگیره اولی بورژوازی جهانی و در رأسش آمریکا و دولت‌های اروپایی و کشورهای منطقه‌ای مثل عربستان و همه اونایی که اون دور برن همه اینا جزء نیروهای اونا هستن توشون می‌سازن می‌بینیم اینا شاید درسته بگیم اینا اینا هستن و تکابوشون رو می‌بینیم تقلاشون رو می‌بینیم هم در خود جامعه و هم در خارج کشور و هم به طرف اینکه حامیان بین المللی و منطقی رو دو دفعه باید سعی کنم خیلی مونده در حال اینو باید جدی گرفت در حال آلترناتیو سازی می‌کنن در حال رهبر سازی می‌کنن همه اینا به نظر میه مسافه جدیه طبقه کارگر ایران، آزادی خواهان ایران، زنان و پیش کسوتان همین مبارزه چهار ماهه به حال تقابل جدی با این آلترناتیو هم آگاهگری هم افشاگری ولی نه فقط این کافی نیست مسئله بومم، مسئله مهمتر تلاش برای عروج دادن آلترناتیو آزادی خواهان چپ و پوپولیستی و کارگری در مقابلشون شاید که بگه دوباره شما در این آرزوهای کمونیستیتون رو تکرار میکنید این آرزوها نیست این ابژکتیوه اگر آلترناتیو چپ و کمونیستی بعد از 100 سال تاریخ سرمایه‌داری ایران بعد از تجربه تلخ انقلاب 57 اگر این دوره در فرصتی که باز شده این آلترناتیو به میدون میاد تکرار تلخ تراژدی بدتر از سال 57 اون وقت صحبت کمونیست ها و شبهایی که اینجا نشستیم تا فعالین و پیشروان سوسیالیست کارگری حرف ما رو میشنوند تا فعالین و کمونیستی که در دانشگاه و هر جای دیگه هستند مسئله به این صورته آیا هر کدوم با تلاش خود بخشی از ساختن یه آلترناتیو کمونیست و کارگری برای ساخت کردن کل سرمایه خام بود یا اون تاریخ تلخ تکرار میشه ما 44 سال رو با جمهوری اسلامی پوسیده وصله ناجور با اون جامعه گذروندیم الان دوباره جریان راست بورژوایی پروغرب یه مقدار مدعی مدرنیزم بیشتر از جمهوری اسلامی هم بیاد داستان طرف استبداد و تبعیض و نابرابری و شکنجه و زندان و اعدام تکرار میشه به همین صورت مسئله احادی درچه اون وقت میپرسیم باشه این آلترناتیو کمونیستی کن نیروی فعالش کیه؟ طبقه کارگر ایرانه تعارف که نداره طبقه کارگر و جنبش کارگر ایران علاوه بر اون بخش که حتی اردوی کار و متحدین طبقه کارگر جنبش آزادی زن که در همین دوره نقش زن که من فکر کنم اتفاقا یه خصلت رادیکال و حتی سوسیالیستی به انتحار انقلابی بخشیده اینطوری نیست با حضور زنان که خیلی مهم بوده فمینیسم در ایران تقویت شده کدوم گرایش بیشتر تقویت شده من فکر کنم رادیکالیسم و سوسیالیسم بیشتر تقویت شده حالا در بحث بعدی میتونیم نسل جهان آزادی خواه و برابری کرد اینا اون نیرو هست مرجومات عروضی اونا مرجومات عروضش چیه؟ نیروی اجتماعیش هست به نظر اولین مرجوماتش اینه خود اون نیروی آلترناتیو چپ و کمونیستی بخواد بازیگر سازی باشه بخواد به حق قدرت رو بگیره شاید این بدیهیات چیه شما داریم داریم به این داریم میگم میخوام خاطری بگم علا داریم تا تو تاریخ مبارزه سیاسی تاریخ تا این لحظه به نظر از طبقه کارگر و پیشوانش از کمونیستایی که متحضر یا غیر متحضر تا الان به اندازه کافی با اعتماد بلند با قامت بلند خواستار تصرف قدرت سیاسی نیستند اونجوری که بورژوا هستن شما به این شیش آدمی که الان آزاد شده هر چی انسان هر چی بودن این شیش نفری که در
فعال در روز قبل بود یه بیانیه توییتری اونم داره فوری شروع شد سران اعتراف درست شد رهبری داره تأمین میشه جامعه رو هدایت میکنن بهشون برمیگردن اینا کیه؟ رضا پهلوی بسیاری از کمونیست‌ها و آزادی‌خواهانی که در این سالن نشستن این نماد اصلیشونه خیلی هایی که حرف ما رو میشنونن پیشروان سوسیالیست کارگر یه دوره جدید یا دوره قدیم یک روز زندگی مبارزاتیشون تمامیه عمر انگل سیاسیه رضا پهلوی و امثال مسیح علی‌نژاد اونا رو به کنار میزنن اون وقت فعالین پیشروی سوسیالیست کارگری و ما چپ‌ها و کمونیست‌ها متحضر یا غیر متحضر بگیم نه آینده سیاسی ایران رو ما میسازیم ما خودت رو بگیریم ای بابا ذهنگره ها پایش شد نیروی اجتماعیش رو داریم در چهار ماه گذشته اون نیروی اجتماعی که در صحنه است عمدتا بیگانه است به جریان راست وجود خود رفیق فکرم ایوب گفت واژه انقلاب بهشون تعیین شد تا دو ماه قبل به عنوان نمیدونم چهار واقع به عنوان به شوخیش میگرفته الان خودشون رو بهش اجدا میکنه دست من فکر کنم این اعتماد به نفس رو میخواد اگه این اعتماد به اومد مرزومات میخواد البته بقی شوش علی نژاد نمیدونم تا 6 سال قبل محجبه خب اون آدمی که فوتبالیست اگه فوتبالیست بودی محترم بودی من فوتبال دوستم به عنوان فوتبالیست دوست داشتم یهو شد برای باید همه رهبران کارگری و پیشرو و کمونیست و چشمدار باشن آقای علی کریمی آینده ایران رو تعیین کنه چرا چون این اوضاع دنیای وارونه اونجوریه سیستم بورژوایی متکی و رسانه بورژوایی داره اونا رو چهره میکنه گویا آینده به دست اوناست اما رهبران و پیشروان کارگری و احزاب شت احزاب کمونیستی نه این ادعا رو نباید بکنه به خود به یه نوع خود خود باوری وارونه در میان خودت خود به چکم تبدیل شد این از اینو باید کنار زد و مرزومات شفرامان در بخش بعدی میگم فقط روی میخوام اون وار آلترناتیو کمونیستی پرچم همین الان در این دوره یه پرچم روشن انقلابی برای هدایت همین جنبش سرنگونی و خیشه انقلابی تا به سرانجام رسوندنش میخواد متوقف نشدن تا ساقط کردن سر سیستم سرمایه رو میخواد رهبری میخواد سازمان میخواد سازمان حزبی و سازمان توده‌ای میخواد اینا جنبه هایی که من الان نمیکنم بیشتر بازش کنم در دوره دوم بحثش میکنم بحث اینه دوستان عزیز رفقای عزیز بینم بدانم وارد یه دوره شدیم تعارف نمونه یا جریانات بورژوایی راست خودشون آویزون کردن به این خیزش میان با هر طرفه و حامی بین‌المللی و بین‌المللی و همه اینا این اوضاع رو به دست میگیرن یا نه یک بار برای همیشه جنبش کارگری ایران آزادی خواهان کمونیستا برابری طلبان احزاب کمونیستی جریانی مثل ما با اون افق نه میدون میگیم نه این بار دیگه اجازه نمیدیم تا تاریخ تر تکرار بشه سیستمی باید ایجاد بشه آزادی رو بیاره برابری رو بیاره رفاه بیاره سعادت بیاره اینو به نظرم طبقه کارگر سوسیالیست و کمونیست میتونه تعیین کنه در میان مجموعه سوالات اون واحث مطرح شده کلام دستم در من به همه شما میرسم چند موردش مشخصا خطاب من بود اولویت میدم اونا اول جواب میدم ببینید یکی از دوستان محمد جو این بحث همه با هم در انقلاب پنجا همه با هم در انقلاب انقلاب پنجا آفت و پیروش شد جوابش خیلی روشن اتفاقا همه با هم در سال پنجا آفت انقلاب رو به شکست کشوند انقلاب آزادی خانه مردم اینا شکست خورد ضد انقلاب اسلامی در نتیجه وحدت کلمه دروغی که نبود وحدت کلمه که خمینی گفت همه بیاین پشت من اتفاقا انقلاب پیروز نشد انقلاب رو به شکست کشوندن ضد انقلاب اسلامی حاکم شد و دقیقا تمام تجربه اینه یه بار دیگه بخشای دیگه از بورژوازی با اون ترفندهای عوام‌فریبانشون که گویا همه با هم هستن و سعه صد دادن که هیچ وقت ندارن و هیچ وقت در پروژه هاشون در طرحهاشون چپگرایی حق نیمه چپگرایی هم جا نداشته خیلی آگاه و طبقاتی علیه بودن دفعیم دست بزرگ سال 57 خوشبختانه الان در تظاهرات ها و اعتراضات محل محور و
دانشگاه ها و جنبش کارگری به طوری داره تجربه میشه. یه سوال مهم دیگه این بود که من رفیق ستار مطرح کرد که پس کنیم همین فردا چیکار میکنیم؟ همین الان چهار ماه از یه فروش انگرانی گذاشته، از یه جنبش استادیگی گذاشته، یه مقدار من خدا آروم شده، من فکر کنم جنبش پختگی بیشتری پیدا کرده. اتفاقا از اینجا باید خطاب به همه اون سازندگان مبارزی پیشروان قرار به دست مریضا بگیم الان اگر یه نقدر تندنس اکسیون های اعتراضی کم شده، کار ما هنوز سر جای خودشه. یک میگین چیکار باید کرد؟ باید جنبندی کرد همین چهار ماه و درسا و دستاورداش رو در حد تا احزاب تا فارین کمونیست سیاسی در جنبش کارگری دستاوردهای فعلیمون رو تحکیم کنیم. یه جنبه مهمش پرچم روشن برای پیروزی رسوندن از من میپرسیم جنبش سرنگونی رو احتیاج داریم و این جنبش سرنگونی رو به حال به عنوان یه پلهی برای اون انقلاب کارگری و سوسیالیستی که شبه کارگری ایران و کمونیست ها دنبالش تا سن 40 سال براش تبدیل میکنن باید تبدیل کرد. پس پرچم روشن شد. این پرچم اتفاقا برای پیروزی از جنبش سرنگونی نوشته شده. بسیاری از احزاب چپ و انقلابی اینو دارن. مشخصا من اینجا چون خودم شیر جریان چپ و کمونیست از 4 سال قبل پلتفرم سرنگونی انقلابی رو دادن. من سوالم اینه، یکی از دوستان گفت اینا تو تاقچه گذاشتن. تو تاقچه نگذاشتن. من احساس میکنم اتفاقا از هرچه باشه میشه این جریانه. تازه در میان اون جریانات خود حزب ما مفاد سرنگونی کاملتری داره. اما وقت سوال از سوسیالیست ها فعالی اگر دنبال به پیروزی به سوندن سرنگونی به شیوه انقلابی هستید، لطفا چرا طول همین پرچمی حتی شیر جریان چپ نمیان همکاری کنید؟ نمیان نمیان متحد بشید؟ باشه احزاب همه یکی نمیشن. الان فرصتشون بس شو کنید پرچم آیا پرچم همین الان سازمانمون رو باید محکم کنیم. این دوره مثلا کمیته های جوانان انقلابی محلات از تهران مثلا در تاثر اثر ایران وجود داشت، خیلی هم خوب بود. اما بدونی برای گام بعدی که باید خودمون رو آماده کنیم، این قالب دیگه باید تحکیم شده تر گسترده شد و با کیفیت تر بیاد میدون. خب اون فعالین، اون سازمان در اندگار یا همین جنبه در محله، در مراکز کار، پایه های مجامع عمومیمون، شوراها رو همین مدت متفق نیستی؟ باید از همین الان براش فکر کرد، کار کرد. و مهمتر از اون، عاقبت اگر از زاویه جنبش کارگری و کمونیستی میگیم، من نهایتا میگم عاقبت در سطح عالیش هم سازمان های توده‌ای تو میخوای، هم تحزب تو میخوای. اینجا نمیخوام فقط برای حزب خودم تبلیغ کنم. من فکر کنم اتفاقا تحزب کمونیستی تو جامعه ایران وجود داره. رهبران و پیشروان کارگری و سوسیالیست در مقابل انتخاب همه مون. یا از میان احزاب موجود نگاه میکنن، یکی انتخاب میکنن، تقویت میکنن، به ابزار دست خودش تبدیل کنن. نه، یه تحزب کمونیستی درست کنیم، من بپیوندم. بدون تحزب کمونیستی کارگری هدایتگر این مبارزات اقتصادی و سیاسی و در هم کوبنده جمهوری اسلامی و رهبران کردن به طرف سوسیالیست نمیشه. رفیق عزب گفت به هر حال حزب نداره، حزب وجود نداره. من فکر کنم از احزاب هستن. از جمله من ادعا میکنم حزب ما هست، کوچکه. رهبران کارگری، پیروان کارگری، بیاییم با هم کار کنیم، بیاییم بزرگش کنیم، برنامه‌شو نگاه کنیم، برنامه دوتر، ساقه مبارزه و پیشروانش رو نگاه کنیم. فقط نمیخوام برای حزب خودمون تبلیغ کنم، اعضای چپ انقلابی دیگه هم هستن. یا ما رو انتخاب یکی دیگر انتخاب. نه، دو سال قبل توی برنامه پیروان رو گفتیم در میان رهبران و پیشروان کارگری بحث این بود یه حزب کارگری سوسیالیستی درست کنیم. گفتیم دستشون در نکنه، بذار درستش کنن، پلتفرمش رو نگاه میکنم، تاکتیکشون رو میکنم، ترکیب رو همون شد. اگر لازم شد دیدیم از ما بهتر دارن کار میکنن، عجین ترن در جنبش کارگری، میریم بهشون یک پیمانی سازمان رو درست نکردم تا بعد سجده کنم در مقابل سازمان و حزب رو میخوایم این سرنگونی رو به سرانجام برسونیم، به انقلاب سوسیالیستی هم منجرش کنیم. من فکر کنم به نظر به طور کلی بگیم مثلا کمونیسم نامده است به نسبت چی نامده است. الان در این چهار ماه به زبان خود صحبت های رفیق آذر مدنی چپگرایی، تندنس چپ، رادیکال و سوسیالیستی در اون جامعه ده ها و صدها برابر در جامعه، در بطن جامعه از جنبش های راست آماده تره ولی اونها مدعی تره. یک نفر از رهبران راست بر نمیگرده بگه ما هنوز حزب نداریم، ما نه آمادیم. اتفاقا اگر دفاعی که باید تغییر کنه در میان ما چپا و کمونیستا و حتی من در حزب خودمون هفته آینده جلسه میکنم دیگه اینقدر تامین رهبری تامین یا برو رهبری رو تامین کن یا حزبتون رو حل کن.
من فکر کنم باید با این بخشم تهیج نیست تموم میکنم بخشم تهیج نیست در دوره حساسی هستیم من فکر کنم رادیکالیزم چپگرایی سوسیالیسم در جامعه ایران شانس بسیار بیشتر از راست داره به شرطی که رهبرانش فعالینش با اعتماد به نفس بگن نه میریم این راهو میکوبیم آخه در انقلاب فوری هم حزب بوشید آماده نبود این پروتستی نوشته گفته حزب انقلاب فوری بمون در این انقلاب بورژوایی شد و که نسبی اومد چون حزبش حزب کمونیستیش آماده نبود هشت ماه بعد آمادهش کرد دیگه ما پس حالا تا بعد آمادهش کنیم دیگه این همه کمونیست در داخل هم هست بیان راهش رو پیدا کنیم بیاین هم فکریامون رو بکنیم بیاین راه تحزبش، راه سازمان تودهش، راه محافظش، راه سازمانش، راه پرچمش رو به دست بیاریم به نظرم هست داده هاش هست، آگاهیش هست، خودآگاهی هست، تجربه هست بذار با این تموم میکنم مثلا همین الان میگن مبارزه در کردستان سازمانی خوبتره آگاه میتره چرا؟ ناسیونالیست‌ها این کار رو کردن رفقای عزیز از سال 57 تا به حال اگر کمونیسم در اون جامعه نبود کردستان ایرانی که اون وقت بهش میگفتن سنگر انقلاب الان چه بود میشد مرکز ارتجاع دستر با درد رهبری حزب دموکرات و بورژوازی و ناسیونالیست‌هایی که الان جدیدن اومدن همین الان هم اگر کمونیستا اونجا نقش ایفا نکنن در همین چهارراه اگر نقش ایفا نمیکردن اون کردستان میشد مرکز ارتجاع و ما حداقل اینجا رو میتونم ادعا کنم نسل از کمونیستا هستیم رفیق صلاح جزء رهبری حزب چپ و کمونیستی در اونجا منم هستم در حداقل در خود مگر از روی جنازه کمونیستا رد بشن فدرالیستا و ناسیونالیستا اونجا رو بخواست خون بکشن اگر از روی جنازه کمونیستا رد شدن بله به مرکز ارتجاع تجربه نمیزن